أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. این آیه مبارکه از امهات آیات قرآن کریم به شمار می رود، زیرا بسیاری از مسائل مربوط به نبوت و رسالت را در بر دارد. بنا شد مفردات این آیه مبارکه اول روشن بشود، بعد مسائلی که سیدن استاد رضوان الله علیه مطرح کردن بر همون روال بحث بشود تا هر جا مسئله مورد نقد بود به اون نقد توجه بشود. در نوبت قبل تا حدودی روشن شد که انسان‌ها با همون فطرت و بساطت اولی به سر می بردن، کم کم زمینه اختلاف در بین خود انسان‌ها پیش آمد و چون خود انسان‌ها با هم در تشخیص مصالح و مفاسد اختلاف داشتن و رفع اختلاف ضروری و لازم است و رفع اختلاف با فکر خود انسان‌ها میسر نیست، چون خود انسان‌ها با هم اختلاف دارند، لذا وحی سماوی نازل شد که به این اختلاف‌ها خاتمه داده شود. و این وحی منزه از اختلاف و مخالفت است. در سراسر وحی هیچ خلاف به اختلافی نیست، لذا توان اون را دارد که هر گونه خلاف به اختلاف را برطرف کند. بعد از آمدن وحی یک عده اختلاف شدند که این اختلاف بعد العلم است و اختلاف مذموم، و وحی سماوی هم اون اختلاف را پیش بینی کرده است و هم راه حل اون اختلاف را پیش بینی کرده است. اونگاه کسانی که داعیه‌ای برای اختلاف نداشتند در تشخیص مصالح و مفاسد به وحی سماوی مراجعه کردند و راه را یافتند و طی کردند، و کسانی که داعیه هوس و هوا در سر پروروندند عمدن این راه را نشناخته گرفتند و طی نکردند. و این هدایت هم لطف و فضل الهی است که به اذن خدا نصیب انسان‌ها شده است و هر چرا خدا مصلحت بداند به راه راست هدایت میکند. این اجمالی از آیه تلاوت شده بود. مسائلی که مطرح است اول درباره امت است که کان الناس امتا واحده. به هر جمعیت امت گفته نمی شود، اون جمعیتی که مقصد معین دارند و مقصود خاصی را تعقیب میکنند اونها را امت میگویند، چون امت از امه یعمو یعنی قصد یقصدوست. گروهی که مقصد خاص دارند امام و امامی را تعقیب می کنند، پیشوایی را اقتدا می کنند، اون گروه را امت می نامند. و چون سر نامگذاری گروه به امت همون وحدت هدف و مقصد است، خود اون مقصد و هدف و راه نمای واحد را هم امت می نامند. نظیر اون چه درباره ابراهیم خلیل سلام الله علیه آمده است که در سوره نحل از ابراهیم خلیل به عنوان امت یاد شده است. آیه 120 سوره مبارک نحل این است که ان ابراهیم کان امتا قانتا لله، چون به تنهایی کار گروه متشکل و هدفدار را کرد و در حقیقت مقصد این گروه هم سیره همون شخص بود، لذا ابراهیم سلام الله علیه به عنوان امت نامگذاری شده است، به امت توصیف شد. این مخصوص از ابراهیم نیست، همه انبیا
هر کدام به نوبه خود امتن، همه ائمه علیهم السلام هر کدام به نوبه خود امتن، کاری که از جمعیت ساخته است از اونها ساخته است و اصولا جمعیت را امت می نامند برای آن که مقصد خاص دارند و مقصود مخصوصی را تعقیب می کنند و اون مقصد خاص و مقصود مخصوص همون رهبری امام و راه امام و سیره امام است. از این جهت خود امام را هم می توان امت نامید. این که فرمود کان الناس امتن واحدتن، به این واحده را هم تأکید امت ذکر به عنوان وصف تأییدی، نشانه آن است که مردم در فطرت و طبیعت اولی یک سمت و سوی را تعقیب می کردن، مشاجراتی بین اونها نبود. این نفی تشاجر یا برای آن است که همه به فعلیت رسیدن، مثل فرشته ها که بین فرشته ها اختلاف نیست چون همه بالفعلند و کامل و هیچ کدام مزاحم دیگری نیست، یا برای آن است که هنوز به راه نیافتادن و حرکت نکردن تا با یکدیگر برخورد کنن، نظیر شاخه ها و خوشه ها و تنه و ساقه درختی که هنوز به فعلیت نرسیده و در حس و حبه هست. این خوشه ها یا شاخه های درخت در حس و حبه که هستن مشاجره ای ندارن، مزاحمتی بین اونها نیست چون راه نیفتادن. یک درخت گردو وقتی در مزرعه بذر نشد و زمین را نشکافت و جوان نزد و ظهور نکرد، همه شاخه های او بالقوه در همون حسه گردو هست. چون بالقوه است همه اون کمالات را بالقوه دارد نه بالفعل، ازا هیچ تشاجر بین این اجزای درخت نیست. ولی وقتی همین حسه گردو به دل خاک رفت و سر از خاک در آورد به راه افتاد، همه اجزای این شجره بالقوه می خواهند به فعلیت برسن، در این راه مزاحمت هاییست. این شاخه ها با یکدیگر برخورد می کنن، این شاخه ها وقتی با یکدیگر برخورد کرد از همینجا عنوان مشاجره برمی خیزد. این اختلاف و نزاعی که بین انسان هاست و از این اختلاف به عنوان مشاجره یاد می شود، از همون تنازع شاخه های شجر گرفته شد. این شاخه های شجر به سمت یک دیگر می روند و مزاحم یک دیگر خواهند بود. این حالت مشاجره ای که شاخه ها به سمت یک دیگر حرکت می کنند و مزاحم یک دیگرند، این حالت را برای مزاحمت های انسانی هم تطبیق میکنن که اختلاف های فکری را میگن مشاجره. بنابراین در حسه ای که ممکن است موجود دیگر با حسه مزاحم باشد و ما حسه جامد که راه نیفتاد در درون او تزاحمی نیست، اما وقتی به راه افتاد همه اجزای درونی او مزاحم یکدیگرند تا یک باغبانی او را تعدیل کند. انسان ها هم به شرح ایزند، انسان های اولی اهل نزاع و اختلاف و امثال زارک نبودند، چون زندگی اونها بسیار بسیط و ساده بود، در حد یک حیات حیوانی به سر می بردن که حیوان بالفعل بودن و انسان بالقوه، یعنی نیازی به این وسائل سنائی نبود، نیازی هم به اون وسائل فراوان کشاورزی نبود. هم زندگی اونها بسیط و ساده بود، هم مواد غذایی اونها بسیط و ساده بود، هم تحصیل اونها رنجی نداشت، هم به فکر ذخیره و حفظ و نگهداری و مانند اون نبودن، هم راه های طولانی را در پیش نداشتن و مانند اون. این زندگی ساده با اون اندیشه های ابتدایی که همراه است
زمینه امت واحد را کاملا فراهم می کند که کان الناس امتا واحدتا. و اگر احیانا مختصر غفلتی یا مختصر نزاعی رخ می داد، اون مواعظ انبیای پیشین از آدم سلام الله علیه گرفته و من بعد قبل از حضرت نوح، اون مواعظ و نصایح می توانست این جمعیت را به حالت امت واحده نگه بدارد که زمینه‌ای برای نزاع و درگیری اونها فراهم نشود. این انسان که هم از نظر سطح اندیشه بسیط بود، هم از نظر سطح معیشت و زیست بسیط بود، و هم از نظر روابط اجتماعی در بساطت به سر می بود، اختلاف فکری و مانند اون در این انسان‌ها بسیار کم بود، اختلاف عملی هم در این انسان‌ها بسیار کم بود، و اگر کمی اختلاف راه پیدا می‌شد، هم اون فطرت توحیدی راه گشا بود برای حل اختلاف، و هم اون وحی سماوی که با تبشیر و انذار و اصل موعظه و نصیحت بسنده می‌کرد، نظیر کار است آدم سلام الله علیه، راه گشا بود. کم کم که به راه افتادن، هم جهان‌بینی اینها، هم صنعت و کشاورزی اینها و هم سایر روابط بین المللی اینها حرکت کرد، ترقی کرد و برخورد ایجاد کرد. هم اختلاف نظر به بار آمد، هم اختلاف در عمل به بار آمد، هم اختلاف در ملکات نفسانی به بار آمد و مانند آن. این اختلاف یک امر ضروری بود. نه ممکن بود بشرها ترقی بکنن و حرکت بکنن، اما همه فوتوکوبی هم زیراکس هم باشن که یک جور بیندیشن، و نه ممکن بود این اختلاف آمده را رها کرد که بگذاری مختلف باشن، و نه ممکن بود این اختلاف آمده را با خود فطرت انسانی حل کرد. اما چرا ممکن نبود و روا نبود که انسان‌ها یکسان خلق بشوند؟ برای اینکه انسان‌هایی که زیراکس همان که هرگز تکاملی ندارند، با برخورد اندیشه هاست که علم کامل می‌شود، با برخورد سلیقه ها و نظرهای گوناگون است که صنایع پیشرفت می‌کند. و اگر نه، اگر زید همون طور بیاندیشد که امر می‌اندیشد، که هرگز علم ترقی نخواهد کرد. و قرآن کریم هم نه تنها بین اختلاف فطری اشاره کرد، بلکه فرمود کلون یعملو علی شاکلته، هر انسانی یک معیار خاص، نظم خاص و مانند اون دارد، در این حال که یک فطرتی مشترک بین انسان هاست، ولی هر کسی یک شاکله و الگوی خاص دارد. و اگر در اون حدیث مشهور آمد است که الناس معادن، چه معادن ذهب و الفضه، برداشتی از این آیه مبارکه سوره اسراء که کلون یعمل علی شاکلته. پس اصل اختلاف ضروری است، اما نمی شود این اختلاف را رها کرد، برای اینکه هیچ اختلافی نیست مگر یک طرفش دلالت است و بطلان. در نوبت قبل بعد رسید که لازم نیست که در هر دو طرف اختلاف یکی حق باشد، ممکن است هر دو باطل باشد. نظیر تنازع دو سارق که در توزیع مال مسروق مزاحم هم خواهند بود. ولی هیچ اختلافی نیست مگر اینکه یک طرفش یقیناً باطل است. لذا در بیان است امیر سلام الله در نهج البلاغه این چنین نیامد که در هر اختلافی یک طرف حق است، بلکه به عنوان اصل کلی فرمود مختلفت دعوتان الا و احداهما دلاله. در هر اختلافی یقیناً یک طرفش باطل است، اما هر دو طرف باطل است، یا یکی حق است یا اون طرف هم باطل، این مربوط به نحوه اختلاف است. اگر اختلاف بین نقیضین باشد، البته وقتی یکی باطل شد دیگری حق است. اما اگر اختلاف بین ازدادی باشد که لهما ثالثون، اونجا ممکن است هر دو باطل باشد. چون در هر اختلاف یک طرف یقینا باطل است و خدای سبحان که حق محض است عالم را بر اساس حق آفرید و هر موجودی را هم به کمال لایقش هدایت می کند و انسان هم موجودی است کمال طلب، نمی شود او را
با همین اختلاف رها کند و بگوید تو با این اختلاف به سر ببر. ممکن نیست، چون این یک طرف اختلاف یقینا باطل است و این با سعادت ابد انسان در تماس است. پس هم اصل اختلاف لازم، هم رفع اختلاف لازم. رافع اختلاف خود انسان ها نخواهند بود، نه فرد نه جامعه. نه یک فرد میتواند اختلافات را حل کند، نه اندیشمندان جامعه میتوانند اختلاف را حل کنند. پس رفع اختلاف که لازم شد، رافع اختلاف هم باید یک موجودی باشد که هم حدوثاً حق باشد، هم بقاهم و منزه از گزند اختلاف باشد. و اون در انسان ها نیست. ممکن نیست انسانی پیدا بشود که حق محض باشد و همه انسان ها در باره او اتفاق نظر داشته باشند، یا گروه پیدا بشوند که اتفاق نظر داشته باشند. پس نه فرد نه گروه هیچ کدام عهده‌دار رافع این اختلاف نیستند. لذا میگویند نه حکومت فرد بر انسان ها رواست، نه حکومت مردم و گروهی بر انسان ها رواست. زیرا هر انسانی طرز خاصی از فکر دارد و صفت مخصوصی دارد که با انسان های دیگر یکسان نیست. ممکن است تعمدی در این اختلاف نداشته باشد، ولی این چنین نیست که با دیگران یکسان باشد و دیگران هم روی فکر و خلق او صحه بگذارند. پس اصل اختلاف ضروری یون لا ریب فیه، و رفع اختلاف هم ضروری یون لا ریب فیه، و رافع اختلاف نه فرد است و نه گروه، این هم ضروری یون لا ریب فیه. باید رافع اختلاف چیزی باشد که در او نه خلاف باشد نه اختلاف. و این همان وحی است و نبوت است و عصمت است و رسالت که بعدها مبسوطاً خواهد آمد. اینا مقدمات نبوت عامه است که بشر نیازی به نبی دارد و جامعه بدون وحی ممکن نیست به سعادت برسد. البته همه این مقدمات مبسوطاً بحث خواهد شد. لذا فرمود کان الناس امتاً واحدتاً، یعنی انسان‌های اولیه با همون نصیحت و موعظت آدم سلام الله علیه اکتفا می‌کردن، یک مقصد خاص داشتن و امت بودن. کم کم در اثر پیشرفت علم و اندیشه و ماننده آن، این انسان‌های بسیط با هم اختلاف کردند در تشخیص مصالح و مفاسد و در تعیین حق و باطل و صدق و کذب اختلاف شدن. این اختلاف هم اختلاف ممدوح است و نه اختلاف مذموم. در قرآن کریم دو اختلاف مطرح است. یک اختلاف مذموم که قرآن از او به شدت نهی میکند، یک اختلاف ممدوح که قرآن از او به نیکی یاد میکند. اون اختلاف ممدوح اختلاف قبل الوحی است، همان اختلافی است که دو صاحب نظر قبل از تشخیص واقع با هم دارد. میبینید دو محصل در هنگام بحث با هم اختلاف دارند تا یک طرف روشن بشود، و این روشن شدن بعد از اختلاف همون روشن شدن بعد از اجتهاد و تلاش و کوشش است که انسان را کامل و پخته میکند. و به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه، این اختلاف قبل العلم نظیر اختلاف دو کفه ترازوست که هر دو در عین اختلاف امتند. چون اختلاف دو کفه ترازو با امت بودن این ترازو منافات ندارد. مثلا اگر یک کفه ترازو سنگ گذاشته شد و کفه دیگر کالای مخصوص مثلا نان گذاشته شد، اگر اون وزن مطابق این موزون نبود یا این موزون مطابق با اون وزن نبود، یکی سبک بود و دیگری سنگین، در هر دو حال این کفه های ترازو با هم اختلاف دارن، با هم بالا نمیان. یکی که بالا رفت دیگری میماند، اون که سنگین است میماند. باید من معترضم، باید یک مقداری روی کالا بیفزایید، اون کالا را هم سنگین کنید، معادل من کنید تا با هم حرکت کنیم.
اگر موزون بیش از وزن است، اگر نان بیش از سنگ است، اون کفه‌ای که نان در اوست تکون نمی‌خورد، سر جاش می‌ماند. بعد من نمی‌آیم، زیرا وزن معادل من نیست. مقدار سنگ باید در کنار سنگ قبلی گذاشت تا وزن را سنگین تر کرد و همپای من کرد تا با هم حرکت کنی. این اختلاف دو کفه ترازو یک اختلافی است که با امت بودن اینها منافات ندارد. هر دو یک مقصد دارند، میگویند باید قسط و عدل برقرار بشود. اگر وزن با موزون معادل شد و موزون با وزن معادل شد، دوتایی با هم یا بالا میان یا پایین میرن، با همان خلاصه. و اگر از اون به بعد با اینکه وزن مشخص شد، موزون مشخص شد، از اون به بعد کسی بخواهد تطفیف کند و کم فروشی کند، اون اختلاف اختلاف مذموم است که با حیله شروع می شود. وگرنه دو کفه ترازو اینها دو زبانه یک حقن. این اختلافشون با امت بودن اینها مرافات ندارد، مثل اختلاف علمی دو صاحب نظر برای حل شدن اصل مسئله. اینها در این حال که اختلاف دارن امتن، چون قصد هر دو روشن شدن حق است. ولی از اون به بعد که حق با برهان روشن شد، کسی بخواهد در اثر هوس حرف خود را توجیه کند، از اون به بعد اختلاف مذموم است. اینها میشوند دو امت، چون دو مقصد دارن، دو هدف دارن، یکی هدفش بهشت است، دیگری جهنم. اختلاف بعد العلم اختلاف مذموم است و اختلاف قبل العلم اختلاف ممدوح. اون اختلاف قبل العلم را به همین آیه محل بحث مطرح کرد، فمود کان الناس امتن واحدتن فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه. اگر امت واحده می بودن و هیچ اختلافی در بین این امت نبود، نیازی به مجموعه قوانین نبود. لذا فرمود کتاب را که مجموعه قوانین است، خدای سبحان به همراه موعظت و نصیحت یعنی تبشیر و انذار نازل کرد تا به این اختلافها خاتمه دهد. لیحکم بین الناس فی مختلف و فیه، معلوم می شود وزان آیه این چنین خواهد بود که کان الناس امتن واحدتن ثم اختلفوا فبعث الله النبیین. چرا؟ برای اینکه اگر وحدت امت محفوظ میمون، در همون زندگی بسیطان به سر میبردن و هیچ اختلافی نه در جهان بینی، نه در ملکات نفسانی، نه در موارد اجرایی، هیچ اختلافی نبود، دیگر خدا نمیفرمود ما انبیا را نازل کردیم تا اختلافات اینها را برطرف کند. معلوم میشود یک اختلافی است که اون وحدت را به هم میزند و زمینه نزول وحی را فراهم میکند که اون وحی نازل این اختلاف به هم خورده را به اتحاد تبدیل کند، باز بشوند کان الناس امتا واحده. فرمود مردم امت واحده بودن و اختلاف کردن و انبیا آمدن که اینها را امت واحده کنند. لذا حرف همه انبیا این است که واعتصموا بحبل الله جميعا. این واعتصموا بحبل الله جميعا یعنی اون فطرت اصلی را حفظ کنید، امت واحده بشوید. شما تا حال امت واحده بودید، برای اینکه اون اختلافتون اختلاف مقدس بود، اختلاف ممدوح بود. اختلاف ممدوح با وحدت امت منافات ندارد. لذا در صدر قضیه فرمود کان الناس امتا واحده، بعد از اختلافم باز امت واحده، مثل طلاب حوزه علمیه یا امتن، با اینکه هر روز در مسائل علمی اختلاف دارن. این اختلاف با وحدت هدف مرافات ندارد، نظیر اختلاف کفت المیزان است. این اختلاف مؤید اون هدف است، وحدت هدف است. مثل اختلاف دو کفه ترازو که نه تنها مزاحم وحدت نیست بلکه مؤید وحدت است.
چون هر دو خواهان قسط و عدلن، هر دو با هم اختلاف دارن و هر دو هم میگوین که وزن باید با موزون و موزون باید با وزن هماهنگ باشد. این اختلافی که مؤید وحدت است، اختلاف محمود و ممدوح است، نظیر اختلاف کفتی المیزان. اون اختلافی که امت را امم میکند، وحدت را به کثرت تبدیل میکند، این اختلاف مذموم است که فرمود و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. اون اختلاف بعد العلم است که مذموم است و اون اختلاف قبل العلم است که ممدوح. اون اختلاف قبل العلم را همه دارند و این اختلاف بعد العلم را فقط علما دارند. تمام خطر از علم و عالم است. لذا قرآن کریم وقتی مسئله اختلاف بعد العلم را ذکر میکند، فقط علما را متهم میکند و اگر علما با هم باشند هیچ مشکلی برای جوامع بشری نیست. هر جا اختلاف مذموم هست زیر پوشش یک عالم است. اختلاف قبل العلم مقدس است. هر کسی اون اختلاف را دارد مقدس است، در هر نام و لباسی که باشد. و اختلاف بعد العلم مذموم است، این فقط به عهده علما است. لذا هر جا قرآن مشکلاتی را مطرح میکند علما را مخاطب قرار میدهد. اونگاه معلوم میشود که اون اختلافی که نه با وحدت منافات دارد نه با امت بودن منافات دارد، اختلاف محمود است. لذا قرآن گذشته از این که انسانهای اولی را امت میداند، اینها را به وحدت موصوف شد. تمود کان ناسو امتن واحدتن. این اختلافی که برای امت واحد است، نه با امت بودن اینها منافات دارد نه با وحدت اینها، بلکه هم امت بودن اینها را تثبیت می کند هم وحدت اینها را تأکید می کند. و این که قرآن کریم فرمود وحی آمده است تا به اختلافات اینا خاتمه بدهد، معلوم می شود یه اختلافی بود که انبیا آمدم، این یک. و معلوم می شود این اختلاف مقدس و محمود است که با امت بودن و با واحد بودن هم منافات ندارد، این دو. اما بقای این اختلاف ضرر دارد. اختلاف محمود تلیعش محمود است ولی پایانش مذموم. دو محقق و صاحب نظر که با هم اختلاف دارن، اگر حل نشود به اختلاف مذموم منتهی خواهد شد، بلکه یکی حق است به دیگری باطل. لذا فرمود انبیا آمدن به همراهشون کتابی آوردن که لا خلاف فیه و لا اختلاف. نه خود این کتاب مخالف حق است، یک. نه در صدر و ساقه این کتاب ناهماهنگی است، دو. نه این کتاب مخالف با واقع است، نه در درون او اختلاف است. خلاف در سنجش کتاب با واقع است، اختلاف در سنجش مضامین این کتاب بعضها با بعض است. چیزی که هم از خلاف و هم از اختلاف مسون است و به اصطلاح و تعبیر فنی نه تخلف دارد و نه اختلاف، اون را صراط مستقیم می نامند، اون را کتاب حق می گویند. لذا قرآن کریم هم مدعی نفی خلاف است، هم مدعی نفی اختلاف. هم می گوید من با واقع هماهنگم، کتابم حق، هم درون من منسجم است. افلا یتدبرون القرآن بعتمو لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. چیزی میتواند به اختلافها خاتمه بدهد که هم با واقع هماهنگ باشد، یعنی تخلف نداشته باشد، هم درونش همسان و همسوی باشد، اختلاف نداشته باشد. این که در کتابهای عقلی میخوانید در این مطلب نه تخلف است نه اختلاف. تخلف یعنی این که چیزی از جایی کنده شود و اون جا پر نشود. اختلاف یعنی این که چیزی از جایی کنده شود، چیزی دیگر در خلف او خلفه قرار بگیرد و اون جا را پر کند. مختلف یعنی این که این شخص ناهماهنگ حرف میزند، گاهی اینچنی ادعا میکند، گاهی اونچنان ادعا میکند، گاهی تصدیق میکند، گاهی تکذیب میکند. این را میگن اختلاف. خدا فرمود در قرآن اختلاف نیست. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. چیزی که نه خلاف دارد و نه اختلاف، او میتواند هم خلاف را رفع کند و هم اختلاف را. والحمد لله رب العالمین.